السلام علیکم و رحمت الله و برکات شاگردان عزیز و گرامی، امیدوار هستم که تمامتان خوب باشین و در کنار خانواده هایتان شب و روز خوبی را سپری بکنین. دوستای عزیز و ناظرین، خوش آمدین به درس امروزی ما. درس امروزی ما چی هست؟ درس امروزی ما میبینیم که کدام مضمونه میخوانیم و صنف چه. مضمون انگلیسی صنف چهارم میخوانیم و موضوع ما چی است؟ حروف الف با را چی تمرین میکنیم. دوستان نازنین، به یاد دارین که حروف الف با را ما چی کردیم؟ تمام کردیم. و بسیار زیاد تشکر که شما زیاد زحمت کشیدین و تمامشه با خوبی یاد گرفتین و کارخانگیهایتان هم من مطمئن هستم که انجام دادین. خب دوستان نازنین، امروز ببینین که ما حروف الف با را که تمرین میکنیم چی چیزا را باید در نظر بگیریم. برین شما به صفحه 27 کتابتان ببینین. صفحه 27 کتابتان سه است. میایین به صفحه 27 در این قسمت نشته کرده گفته که این کلمات را که امروز ما میخوانیم شما باید 5 بار در کتابچه هایتان چی کنین؟ تمرین کنین. به خاطر که هر چقدر تمرین زیاد کنین اونم قدر شما خوب یاد میگیرین. خب دوستکای نازنین، ببینین چی است؟ کلمات را نشته کردن. وقتی کلمات را نشته کرده ما براتون چند کلمه آوردیم اینجا که با هم یک جا چی کنیم؟ ببینیمشه. باقیش در سر تخته چی میکنیم؟ تمرین میکنیم. خب ببینین صفحه 27 اولین کلمه، اولین حرف الف با چی بود؟ کی برام میگه؟ اولین حرف الف با حرف بی بود. نه استاد، پس چی است اولین حرف الف با ما؟ اولین حرف الف با ما حرف چی است؟ حرف ای. سعیز حرف ای است. اما یه قسمت میمانم شاییست حرف ای. سعیز حرف ای. ببینین که کدام کلمات به حرف ای شروع میشه. اولین کلمه کشور خود ما چی است؟ افغانستان. سعیز کشور نازنین ما افغانستان به حرف چی شروع میشه؟ به حرف ای. دومیش چی است؟ افغانی. ببینین افغانی. و سیومش هم آریانا، که آریانا هم نام سابق افغانستان ما بود. سعیز خب دوستای نازنین، این حرفا را خودی دین. ببینین ما یکی از کلمات را بر شما در کتابچه چهار خطه نشته کردیم. به این شکل نشته میشه، تمام میشه که ببینین افغانی. سعیز افغانی به این شکل. بیاین که ما یک حرف یک کلمه دیگه را چی کنیم؟ در سر تخته نشته کنیم تا که ببینیم آیا ما حالا میتونیم دست کتاب چهار خطه نشته کنیم یا نه. خب ببینین دوستای نازنین، من نشته میکنم افغانستان. سعیز افغانستان. سعیز اینا یه را خود نشته کردم، اما ایره در چی چهار خطه نشته نکردیم. بیاین که من ایره در چهار خطه چه قسم نشته میکنم. خب چند خط باید بکشیم؟ چهار خط استاد بکش. سعیز اینا شما حساب بگیرین. تکمیل شد؟ نه. یکی دیگه هم. دو. آفرین. سه. چهار. سه شد؟ ای شد؟ خطای چی؟ چهار خطه ما. خب اینال نشته میکنیم. اولش چیز؟ ای کلان. پس ای کلان دست یه خط بالا نشته میکنم. خب باشیم که یک مارکر دیگه بگیرم دوستکای نازنی تا که خوب بازی معلوم شه و ای دست یه خط بالا به این شکل اف. سه ایز. خب ایناله حرف چیز؟ حرف اف. حرف اف هم میبینیم. حرف اف ها در چند چی نشته میکردیم؟ در چند خط نشتهش میکردیم؟ در یک خط یا در دو خط پایین یا در دو خط چی؟ وسطی. آفرین، در دو خط چی؟ وسطی نشتهش میکردیم. سعیز چی میکنیم؟ نشتهش میکنیم. حرف چی را؟ حرف اف ها به این شکل. این از اینجا میاییم به این شکل. اینه تو؟ اینه حرف اف. یک دو سه خط بالا اف. یک کمه که طرف تر نشتهش کنیم تا که شما خوبتر شو برتون معلوم شو. اف. سعیز جیره نشته میکنیم دستی خط پایین. اف غا اچ. اف غا ای ده دو خط وسطی. اف غا این هم ده دو خط وسطی. آی هم ده دو خط وسطی. اس تی افغانس. خود دوست که نازنین شما خبر من نگفتین استاد اینجا خودتون چی نشته کردی؟ افغانستان نشته کردی. افغانستان اینم باید یک دانه اینجا نشته کنیم. سعیز آفرین، تشکر. خب افغانستان ایده دو خط وسطی و این دیدین به این شکل میگه شما نشته کنین. اینه می سه کلمه را که گفته افغانستان، افغانی و آریانا را شما در چند خط باید نشته کنین؟ در چهار خطه. چند دفعه؟ 5 دفعه. صحیح شد؟ خب دوستکای نازنین، حالا بیاین به حرف دیگه ما که حرف چی است؟ حرف بی است. صحیح؟ حرف بی.
قسمت میمونم حرف بی. حرف بی ببینید کلمات را که به حرف بی گفته: بامیان، آفرین، بدخشان و بلخ. خب اینا شما بگین بامیان، بدخشان و بلخ چی هستند؟ کشور هستند؟ نه استاد، ولایت هستند. از کدام کشور؟ از کشور خود ما. سه ولایت مقبول کشور ما هست. ایست حال بیاین که ببینیم که با حرف بی ما یک کلمه بازم بر شما نشته کردیم. چی فکر میکنین کدامش باشه؟ حرف چیز؟ کلمه؟ بلخ. آفرین، بلخ. سیست حالا میایم یک دانشه در سر تخته چی میکنیم؟ نشته میکنیم تا که شما خوب یاد بگیرین. سیست ایره دیگه یاد گرفتین نه که چخصه نشته کنین. ایره پاک میکنیم، ایران پاک میکنیم، نشته میکنیم. مثلا بامیان. سیست با سیست ببینین با می یان وای. سیست چهار خط رسم میکنیم، یک دو سه چهار. سیس مارکر دیگه خودم میگیرم. خب بی دسته خط بالا، یکی دو به این شکل واشین دوستای نزنیم. شاید بگوین استاد چرا یک قسم نشتش کردی؟ حالا من برتون واضح تر نشتش میکنم. سیس خب به این شکل با می ایده ای قسمت یان دیده بامیان شد. سیز خب حرف بعدی را میبینیم. حرف چی است؟ حرف سی. حرف سی کارد. سیز کارد. کارد دیدین که چه قسم نشته شده؟ بیاین که کلمات بعدیش را بخونیم. کاروان. سیز و آخریش هم کارد است. حرف اولی چیست؟ کار. سی فار کار. کار چی را میگفت دوستا که اینو زنینم؟ کار موتر را میگفت. آفرین. خب میایم به حرف بعدی ما که چی است؟ حرف دی است. ایست حرف دی. دی فور دکتر. اکسلنت. دی فور دور. دی فور داگ. ایست اینا را بیاییم که یک کلمه از ایران نشته بکنیم که چه قسمی نشته میشه. خب اول حرف دی را استاد بگو برای ما چی کو در سر تخته نشان بدین. بعد از او میایم به حرف بعدی ما. خب حرف سی را خواندیم به این شکل، حالا اومدیم به حرف دی. سیست؟ خب حرف چی؟ حرف دی. یک دو سه و یام چار. دوستای نازنین خب شاید شما بگین استاد حرف سی را ایج با ما کار نکرده. این حاله سعی کنید حرف را نشته میکنم، کلمه را اینجا نشته میکنم که هم حرف دی داشته باشه و هم حرف سی. سیز خب بیاین اولش چیز؟ اولش حرف دی. سیز دی را نشته میکنیم. سی خط بالا. داک سی داکتر. داکتر. داکتر چی را میگه؟ داکتر را میگه. سیز هم حرف دی ما تکرار شد و هم حرف سی ما. خب بیاین به حرف بعدی ما که حرف ای است. E for ear. Ear یادتان است که چی را میگفت؟ ear. یعنی که در کتاب نشان بتم حرف چیز؟ حرف ای. حرف ای. E for ear. ear چی را میگه؟ ear گوشه میگه. آفرین. ear گوشه میگه. خب E for ear. egg. egg تخم. English زبان انگلیسی. F بیاین به حرف بعدی. F. F for فاریاب. F for فرا. F for food. خب فرا و فاریا بخوام میفهم این دوستا که اینو زنین. حالا بیاین به فود. فود چی را میگه؟ ای که شما روزانه سه وقت میخورین، صبح، چاش، چاو. چی؟ آفرین، غذا را میگه. فود غذا را میگه. بیاین به صفحه بعدی تان. سهی صفحه 28. خب بعد از افت کدام حرف میایه؟ بعد از اف حرف چی میایه؟ کی برام میگه؟ حرف حرف جی میایه. حرف چی؟ حرف جی. آفرین، حرف جی میایه. سیز حرف جی رو میبینیم که کدام کلمات برش گفتن؟ جی فور گود. صدایش خیاطتان هست نه؟ آفرین. جی فور گود. سیز جی فور گردیز. جی فور گود. گود چی رو میگه؟ بوزه میگه. آفرین. پس این حرف ها رو تکرار کنین. میایم به حرف بعدی ما که حرف چی هست؟ حرف آخری ما حرف اچ هست. سیز اچ. اچ فور هرات.
H for هرات، H for هلمند و H for هن. هن مرغ میگفت. هرات و هلمند هم خب میفهمین که ولایت های قشنگ و مقبول ما هستن. خب دوستکای نازنین سعی کنین سیر دیدیم، دیره سعی کنین. D for دور به این شکل نشته میشه اگر نشتهش میکنین باز به این شکل. آفرین. دیگهش چی بود؟ حرف E for ear. Excellent dear students. E for ear به این شکل. F for food به این شکل. آفرین. F for food. G for good. G for good. و H for هرات. صحیح؟ هرات. خب دوستکای نازنین آله که نشته می کردین اینه میره تا حرف چی؟ تا حرف H. متوجه باشین که هر حرف قسمی که ما خوانده بودیم و شما تکرار کردین همون قسم چی میکنین؟ نشتهش میکنین. سیز دوستای نازنین. خب دوستکای نازنین امروز تا کدام حرف خواندیم؟ تا حرف F خواندیم، H خواندیم. سیز حرف A B C D E F H دیگه E F G H. آفرین تا اچ خواندیم و کلمه‌ای را که گفتیم به این شکل تمرین کردیم. سیز آل کارخانگی شما چی است؟ شما چی میکنین؟ میرین به کتابتان از صفحه چندم، صفحه 27 و 28 تان. سیز کلمات را که اینجا دیدین برای هر حرف چند کلمه گفته؟ 3 کلمه گفته. پس شما اینمی کلمات را هر کدامش 5 بار نشته میکنین. سیز چرا اینقدر زیاد نشته میکنین؟ به خاطر که تمرینتان شوه. آلی که یاد گرفتین باز دیگه هیچ گاهی فراموش نمیکنین. من میفهمم که شما میکنین نشته، چرا که شما شاگردای زحمت کش هستین، شما شاگردای نازنین ما هستین. خب دوستکای نازنین برای امروزتان اما قدر بس است. تا فردا یا روزهای دیگه که بازم در خدمتتان حاضر میشیم تمامتان رو به خداوند منان میسپارم. شب و روز خوشی داشته باشین. خداحافظتان.